شماری از شهروندان کشور با انتقاد از چگونگی توزیع کمک های بشری به نیازمندان میگویند که این کمک ها به خانواده های مستحق نرسیدند. آنان خواهان ایجاد توزیع شفاف و عادلانه این کمک هاند. کمک ها همینطور باشه باید که در این کسی که مستحقینش باید در مستحقینش دریافت کنند. کندل تری ما خواهی که دو همسایه نور دی لاسی دی آقا نپختنه او که در تروس پوری منگ تا بیخی چاسو میگی را کنی. کمک بده میگه. میگه صبر کو با خودشان بده با ما تا نرسیده. در همین حال برنامه جهانی غذا میگوید که در سال 2021 به 15 میلیون تن در افغانستان کمک‌های نقدی و جنسی کرده است و قرار است در سال روان میلادی هم با 23 میلیون تن کمک کند. تمام خانه به خانه باید سروی ها و ارزیابی ها صورت بگیره تا ما بتانیم کسایی که واقعا مستحق هستند برای از اونها رسیدگی صورت بگیرن و بعد از اینکه تشخیص شدن مستحقین و نیازمندان برشان کمک ها ارسال میشن و توزیع میشن. اما روند کمک های انسان دوستانه به افغانستان تا چه پیمانه سودمند بودند؟ استفاده از نیروی معارف در مسئله است، به خصوص معلمین که حالا بیکار هم هستند میتونه که بسیار کمک کنه. سازمان ملل متحد در قسمت توزیع کمک های بشری به افغانستان. حکومت فعلی افغانستان باید این مسئله را جدی در نظر بگیره و یک نظارت عمومی داشته باشه که ببینه آیا اونمو حق به حقدار میرسه یا نمیرسه. در همین حال وزارت مهاجرین از توزیع عادلانه کمک های بشری به نیازمندان اطمینان میدهد. این وزارت وجود فساد را در روند توزیع کمک ها به مردم رد میکند. کومې مرستې چې د نړیوالو مؤسساتو لخوا کیږي نو دا ټولې تقریبا زمونږ په هماهنګۍ باندې کیږي او زمونږ په مشورو باندې مونږ دوی ته کوم ځایونه چې ډېر زیات ځپل شوي ځایونه دي او د دې مستحق دي چې د دوی سره مرستې وشي. آمارهای جهانی نشان میدهند که 98% از جمعیت افغانستان با کمبود خوار و بار روبرو است، اما نرسیدن کمک های بسنده بشری به افغانستان مردم را نگران ساخته است.